هارون عسکری، روزنامه‌نگار از ازمیر ترکیه با ماست. آقای عسکری، چطور می‌بینید که در آستانه یک ماهگی از مرگ مهسا امینی همچنان معترضان در خیابان‌های مختلف در حال اعتراضند؟ ببینید، خب این نشون میده مردم ترسشون ریخته، یعنی به ترس خودشون غلبه کردن و خب شروع میکنن به اعتراضات. همین مسئله زاهدان رو شما عنوان کردیم. ببینید، حکومت احساس میکرد در زاهدان مثلا میتونه دست به کشتار بزنه، چون شهروندان بلوچ خب مثلا راحت تر میشه اینا رو سرکوب کرد، براشون بهای کمتری داشت و در چند ساعت مثلا 100 نفر رو کشتن، بنا بر حالا آمارهای عفو بین الملل که 10 یا الا 14 تا از کودکان کشته شده در همون زاهدان بودن، یا بیش از 300-400 نفر زخمی شدن، کلی بازداشت داشتش. ولی باز میبینیم بعد از 2 هفته با این سرکوب مردم دوباره به خیابانها ریختن. ببینید چند نکته از یکی همین ریختن ترس مردمه، یکی ابزارهایی که در حال حاضر در دست مردمه، هرچند در حال حاضر بایکوت میشه، اینترنت قطع میشه یا شبکه‌های اجتماعی فیلتر میشه یا شبکه‌های ماهواره‌ای با پارازیت همراه میشه، باز هم مردم سعی میکنن با اطلاع رسانی کاملی که از طریق شبکه‌های تلویزیونی میشه یا بیانیه‌هایی داده میشه به خیابان‌ها بیان. و نکته جالب اینه که در حال حاضر خب بانوان پای کار اومدن، همین باعث قوت قلب آقایون میشه که بیشتر بتونن اعتراض کنن. گروه های مختلف، مثلا ما در گذشته هیچ وقت ندیدیم مثلا بازیگرا در این حد اعتراض کنن یا ورزشکاران یا افراد سرشناس، ولی الان میبینیم افراد مختلف دارن اعتراض میکنن. یا همین مثلا هفته وحدتی که ما الان هستیم، من با بچهای بلوچ صحبت کردم، به شدت بایکوت کردن. اولین بار، خبر بسیار مهمیه، هیچ کدومشون شرکت نکردن و تعداد بسیار بسیار محدود از مولوی هایی که حالا با حکومت در یک راستا قرار دادن شرکت کردن. اینا همه پیام های خوبیه و احساس میکنم این جنبش کماکان ادامه داره و مهمترین این مسئله که مردم ترساشون رو تبدیل به خشم کردن و ایستادگی میکنن کماکان. ولی فکر میکنی به مرحله رسیدن معترضان که حکومت رو راضی به عقب نشینی بکنه؟ ببینید، بر اساس گفته‌هایی که طی روزهای گذشته در کانال‌های وابسته به سپاه ما داشتیم، درسته آقای خامنه‌ای هیچ وقت عقب نشینی نکرده و این مسائل رو به دشمن فرضی ربط داده یا گروه‌های حالا تجزیه طلب که همگی تا الان اومدن و اعلام کردن که در این اعتراضات یا در این تجمعات هیچ نقشی نداشتن. ولی خب از اون ور ما آقای اژه‌ای یا سرداران سپاهی رو دیدیم که گفتن بیاین صحبت کنیم به صورت مستقیم. من این خودش میتونه من احساس کنم یه عقب نشینی باشه، یعنی جامعه فهمیده که باید با مردم گفتگو کنه، ولی احساس میکنم بسیار دیر شده و مردم هم خب اعتمادی ندارن به حاکمیت. انقدر اینا اخبار پروپاگاندا و دروغ منتشر کردن، انقدر آمارهای دروغ دادن، انقدر به مردم تو این 43 سال دروغ گفتن و سرکوب کردن، قطعا مردم بهشون اعتماد ندارن. یعنی با صحبتهایی که اینا میکنن فکر نمیکنم مردم بیان پای صحبتاشون بشن. ممنونم از شما هارون عسکری، روزنامه‌نگار از ازمیر ترکیه با ما.